سرخط خبرها، یک هلیکوپتر نیروهای نظامی طالبان در ولایت پنجشیر ساقط شد. همچنان معاون دبیر کل ملل متحد، افغانها را تنها راه نمی‌کنیم. جان بولتون، طالبان تمام تعهداتشان را زیر پا کردند، نباید به رسمیت شناخته شود. و در ادامه گفته های تازه برشنا در مورد بهای برق. و در پایان گروه بین الملل بحران، پیشبینی سازمان ملل در مورد جان باختن افغان ها در آینده نزدیک که شوکه کننده است. سلام به کانال ما، خوش آمدید. معاون دبیر ملل متحد، افغان ها رو تنها رها نمی کنیم. رازمیر دی کارلو، معاون دبیر سازمان ملل متحد در امور سیاسی و تثبیت صلح، می گوید که این سازمان به ارائه کمک ها در افغانستان ادامه می دهد و افغان ها رو تنها رها نخواهد کرد. این که روز پنجشنبه 18 قوس و سفر 3 روزه‌اش به کابل پایان داد، گفته است که سازمان ملل به حمایتش از افغان ها در راستای ایجاد جامعه فراگیر، عادلانه و صلح آمیز ادامه می دهد. دی کارلوس در جریان سفرش به افغانستان با نمایندگان طالبان، شماری از سیاسون، رهبران زن و اعضای جامعه مدنی دیدار کرده است. بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد، معاون دبیر کل این سازمان بر حضور ملل متحد در افغانستان و ارائه خدمات در کشور تاکید کرده و گفته است که این سازمان در وضعیت وخیم انسانی کنونی در کنار افغان ها میماند. او گفته است که سازمان ملل متحد از سال 1949 در افغانستان حضور دارد و همان گونه که در بحران اخیر نشان داده شد، پس نداریم مردم افغانستان را رها کنیم. همچنان با باور دی کارلو، وضعیت انسانی در افغانستان در مقایسه با سال گذشته به شدت بدتر شده است. او گفته است که ملل متحد در کنار افزایش کمک‌هایش با نهادهای مالی بین‌المللی کار می‌کند تا بحران نقدینگی در این کشور حل شود و بتواند جلوی فروپاشی کامل اقتصادی سیاسی در افغانستان را بگیرد. با گفته دی کارلو، وی در دیدار با نمایندگان ارشد طالبان بر مشارکت همه افغان‌ها و ویژه زنان، گروه مذهبی و اقلیت‌های قومی در حکومتداری و زندگی عمومی تاکید کرده است. معاون دبیر سازمان ملل متحد افزوده است که ایجاد افغانستان فراگیر، پابندی و تعهدات حقوق بشر و قاطعیت در سرکوب تروریسم از بایدهای است که افغان‌ها و جهانیان مشتاقند که اقدامات عملی در این راستا را ببینند. روزمیری دی کارلو همچنان از وضعیت زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. با گفته او، زنان و دختران در افغانستان می‌خواهند در کنار درس و کار در زندگی عمومی سهم داشته باشند. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد تصریح کرده است که پیشرفت‌ها حاصل شده در این زمینه نباید نابود شود. خبر بعدی، جان بولتون تازه گفته است که طالبان تمام تعهداتشان را زیر پا کردند، نباید به رسمیت شناخته شود. جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، میگوید که طالبان تمام تعهداتشان را زیر پا کردند و نباید به عنوان حکومت قانونی افغانستان به رسمیت شناخته شود. او در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که هیچ دلیل برای هیچ کشوری وجود ندارد که طالبان را به رسمیت بشناسد و این گروه شایسته شناسایی رسمی نیست. بولتون بیان کرده است آنها از روز اول دروغ میگفتند. من فکر میکنم که آنها هرگز قصد تشکیل یک حکومت فراگیر را نداشتند. در این مرحله مطلقاً هیچ دلیلی برای هیچ کشور وجود ندارد که طالبان را من حیث حکومت قانونی افغانستان به رسمیت بشناسد. آنها، یعنی طالبان، شایستگی آن پاداش را ندارند. این مقام پیشین آمریکایی ابراز امیدواری کرده که آمریکا و دیگر کشورها خیلی به سر و صدا با افرادی صحبت کنند که با اداره افغانستان توسط طالبان موافق نیستند. او گفته است که ما به دنبال مشکل ساختن زندگی برای شهروندان عادی افغانستان نیستیم، اما آنچه که ما قطعا نمیخواهیم انجام دهیم تقویت کنترل طالبان است. در واکنش به این اظهارات، آقای بولتون زبیلا مجاهد، سخنگوی طالبان، او را شخص جنگ طلب خوانده و گفته است که جنگ در دو دهه اخیر در افغانستان ثمره مشوره و نظریات همچو اشخاص بوده است. مجاهد به صدای آمریکا گفته است که قضاوت آقای بولتون درست نیست و طالبان آنها را رد می کند و گفته مجاهد طالبان به تعهدات خود پایبند بوده است. خبر بعدی، شرکت برشنا افزایش بهای برق را تکذیب کرد.
شرکت برشنا افزایش صرفی برق را شایع خوانده و تکذیب کرده است. حکمت الله نورزی سخنگوی برشنا امروز در پیام گفته است که در قیمت برق هیچ تغییرات ایجاد نشده است. اخیراً برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که برشنا طرحی را زیر کار دارد که بر مبنای آن صرفی برق افزایش خواهد یافت، چون که دلار بالا رفته است. سخنگوی برشنا همچنین بر صرف‌جویی در استفاده از برق تاکید کرد و گفت که مردم باید بر اساس ضرورت از برق استفاده کنند تا برشنا به بیشترین مناطق برق منظم برساند. با فرارسیدن فصل سرما و گرما به دلیل افزایش ضرورت برق، قطع برق در شهرها از جمله کابل افزایش می‌یابد. و حال می‌پردازیم به اصل موضوع. بنابر منبع‌های تایید نشده تازه گفته شده است که یک هلیکوپتر نیروهای نظامی افغان در ولایت پنجشیر توسط جنگجویان جبهه مقاومت ساقط شده است. گفته می‌شود که در این هلیکوپتر دو پاکستانی سوار بوده و دو طالب با آنها نیز کشته شده است. خلبان این هلیکوپتر می‌خواست نیروهای جبهه مقاومت ملی را بمباردمان کنند. این در حالی است که چند خبر مهم از مقاومتگران پنجشیر. اولا، اعلام موجودیت جبهه مقاومت ملی در گلبهار و رهبری احمد مسعود. دوم، در درگیری شب گذشته میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و گروه طالبان در پل حصار اندراب دست کم 7 طالب کشته و 2 طالب دیگر زخمی شدند. سوم، فرمانده خالد امیری از سوی جبهه مقاومت ملی به حیث قماندان قرارگاه چمالورده تعیین شد. چهارم، یک فرمانده گروه طالبان برام مولوی نجم الدین فائز در ولسوالی یفتل پایان ولایت بدخشان توسط محافظش به گلولا بسته شده است و در نزدیک خانهش به قتل رسید. پنجم، 12 طالب در پل حصار اندراب سلاح‌هایشان را در یک مسجد گذاشتند و فرار کردند. ششم، در یک حمله چریکی نیروهای جبهه مقاومت ملی بالای طالبان در پشغور پنجشیر دست کم 1 طالب کشته و 2 طالب دیگر زخمی شدند. این گزارش ها از رسانه های تایید نشده گرفته شده است. از این که سانسور در فضای مجازی بیشتر شده است، پس صحت بودن این خبرها را ما 100% تایید نمی کنیم. قضاوت در دسترس شماست. و در پایان، گروه بین الملل بحران تازه گفته است که گرسنگی بیشتر از بم و گلوله جان افغانها را خواهد گرفت. گروه بین المللی بحران در گزارش گفته است که در صورت عدم کمک رسانی برای مردم افغانستان، قحطی و گرسنگی بیشتر از جنگ 20 ساله اخیر افغانها را خواهد کشت. در گزارش این گروه که به تازگی منتشر شده آمده است که گرسنگی و فقر شدید که پس از تسلط طالبان در افغانستان رخ داده، به نظر می رسد که بیشتر از بمها و گلوله های جنگ 2 دهه جان افغانها را خواهد گرفت. گروه بین الملل بحران ناتوانی طالبان را در مدیریت اقتصاد افغانستان و قطع کمک های خارجی را عوامل بحران بشری کشور دانسته است. این گروه از جامعه جهانی و خاطر ایجاد یک دستگاه دولتی متکی به کمک خارجی در 20 سال گذشته انتخاب کرده است. این گروه از طالبان هم به خاطر وضعیت موجود، ناکامی در تشکیل حکومت همشمول و نقص حقوق بشر و شمول محرومیت آموزش و دختران و کار زنان انتقاد کرده است. در گزارش این گروه بین الملل بحران آمده است که کشورهای غربی با قطع کمک‌ها در پی توبیخ طالبان هستند، اما بهای واقعی این مجازات را مردم افغانستان می‌پردازند.